دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسیدیم به جلسه 12 درس ترافیکی کالیفرنیا یا جلسه 6 تست یا امتحان دومی. در اینجا دو نکته را کوتاه یادآوری میکنم و میپردازیم به سوالان. نکته اول، اگر کدام خواهر و برادر ما میخواهد که نمی درس را به زبان انگلیسی بخوانم، ما برای شما 4 وبسایت، 4 مرجع را معرفی میکنم. شما به اونجا مراجعه بکنید. در هر ایالت امریکا که زندگی میکنید، اما ایالت انتخاب کنید. فرض مثال اگر شما در کلرادو باشه، کلرادو را انتخاب کنید. در ورجینیا باشه، ورجینیا را. و همین سوالا میایه. خب این وبسایت ها ایجا است. وبسایت اول تعداد تست هاش، تعداد سوالا و تعداد جواب ها، هر چهارش ما با شما نزدیک میسازم. و نکته دوم، اگر شما میخواهید که ویدیو را به شکل مسلسل ببینید، شما از پلیلیست ویدیو را پلی کنین، یعنی به چینل ما داخل شوین در یوتیوب. از منیوی هوم و منیوی ویدیو پلی نکنین، از منیوی پلیلیست ویدیو را پلی کنین. و اگر شما در تلویزیون خانه پلی میکنین یا در کامپیوتر یا در تلفن های دستیتان، او به شکل اوتومات یکیش تمام شود، دومش پلی میشه، دوم تمام شود، سوم پلی میشه به می شکل. و اگر میخواستید که از ویدیوهای بعدی آگاهی دریافتین که ویدیوی بعدی نشر شود و شما را خبر بدم، بالای تکمه سابسکرایب کلیک کنین و در زنگ آگاهی یا در این زنگوله کلیک کنین، تکمه آل انتخاب کنین، هر ویدیوی بعدی که نشر شود برای شما خبر داده میشه. تشکر از توجهتان. میپردازیم به سوال اول. سوال اول، اگر میخواهید ترافیک نقطه کور خود را ببینید باید چی کار بکنید؟ ترافیک نقطه کور به این معنی که اگر شما این موتور مد نظر بگیرین و همین نقطه سیاره که میبینین، این جای دریور است که میشینه، یعنی سیت دریور. در اینجا شما باشین به طرف راستتان، راست موتورتان 2.4 متر شما دیده نمیتونین. در پیش رویتان 1.9 متر، به طرف چپتان 91 سانتی متر و پشت سرتان 6.5 متر شما دیده نمیتونین. این همی ساحره که شما دیده نمیتونین، این میگن نقطه کور. احتمالا در ذهن کدام نفر خطور بکنه که وقتی که من شیشه عقب میبینم، یعنی شیشه عقبی که بالای سر موندگی است و شیشه عقبی که در بغل موتور است که هر دوش عقب یا پشت سر نشان میده، من شاید نقطه کور را ببینم. نه، اشتباه است. وقتی که شما میخواید نقطه کور را ببینید، به شیشه عقبی که بالای دریور موندگی است داخل موتور و دو تا شیشه عقبی که در بغل موتور است که پشت سر میتونید ببینید، نقطه کور دیده تو دیده نمیشه. خب اول شیشه عقب داخل موتور، یعنی این میگه که شیشه عقب داخل موتور را ببینیم، همون رقمی که من گفتم این اشتباه است. و جواب دوم میگه شیشه عقب بیرون موتور، یعنی از بیرون که تا شیشه بغل داریم به اون میتونیم ببینیم. ما با شما عکسایش نشان میتونم. این شیشه عقب داخل موتور است که میگن inside mirror یا rear view mirror، و این شیشه که در بغل موتور است، شیشه بغل، این میگه outside mirror یا ساید میرور یا ریر ویو میرور. این سه تا نام داره. این ما میگیم شیشه عقب داخل موتور و شیشه عقب بیرون یا بغل موتور به شکل میگیم. این از داخل هم بیرون نشان میده و این از بیرون که است یا بیرون نشان میده. اما نقطه کور که ما برای شما در عکس نشان دادم، این شیشه عقب داخل موتور و شیشه عقب بیرون موتور رو نشان نمیده. بنان جواب جیم درست است که بالای شانه، یعنی اگر شما طرف راست دار میخورین یا خط خودم مندازین، از سر شانه راستان باید کلکین پشت سر یا سیت پشت سر ببینین. اگر طرف چپ میرین، بالم از سر شانه تان، از کلکین پشت سر یا سیت پشت سر باید خط چپ تان ببینین. سوال دوم میگه آب روی سرک باعث لیز خوردن موتور شما میگردد. لیز خوردن یعنی لخشیدن، یعنی لیز میخورم میلخشم در کمترین سرعت مثل. خب اصل سوالی است که اگر آب در این سرک باشه، در این سرک باشه و شما از اونجا عبور میکنه، تیر میشین، اینمی اگر سرعت موتور شما بسیار کم باشه، بسیار کم باشه، تیر موتور شما بر آب چنل میته یا آب سوق میته، یعنی مثلا آب خط میته کی طرف بگذره، او طرف بگذره. چون سرعت موتور کم است و یک هر قدر آستا شوه و نمه قدر آب چینل میته یا سوق میته به کدام طرف برم. اما سرعت اولی که اگر موتور شما دونم سرعت رسید، دیگه آب چینل داده نمیتونه، تماس تایر شما با سرک کم میشه، یعنی هوایی میشه. به اصطلاح ساده بگم تایر هوایی میشه، در زمین دیگه نمیچسبه. او چند از همون سرعت
که شما باید در مون سرعت خدا نرسانین، یعنی استادتر باشیم. الف 35 مایل، ب 40 مایل و جیم 45 مایل. زیاد متوجه باشین که مهم است به مجرد که سرعت شما در 35 مایل برسه، دیگه تایر موتر شما با زمین هایدروپلین برش میگن. هایدروپلین به این معنی که تماسش با چی قطع میشه؟ با زمین، یعنی لیز میخوره، میلخشه. از اون خاطر باید 35 هم شما نرسین، از اون سرعتن پایین باشه، تایر شما بر آب سوق میته. کجا برن؟ برن جواب درست 35 است. میگه آب روی سرک باعث لیز خوردن موتر شما میگردد، یعنی هایدروپلین میشه. همین لیز خوردن یا لخشیدن ای به معنای هایدروپلین میگردد در کمترین سرعت مثل جواب اول 35 مایل. یعنی از این بالا خواه هیچ نشین، از این پایین باید باشه شما، چون در 35 هم برسین دیگه لیز میخورم. جواب خوب ببخشن. سوال سوم، شما موتر خود را نباید پارک کنید. میگه شما موتر خود را نباید پارک کنه یا استاد کنه. سه جواب ببینیم کدامش درست است. اول، در کنار فریوی و در حالت استرار، در کنار فریوی و در حالت استرار یا ایمرجنسی میگه نباید پارک کنه. یک. دو، چی میگه؟ پهلوی کرب رنگ سرخ شده، یعنی او کرب یا او دیواله که بغل سرک پلی پیاده رو است، او به رنگ سرخ رنگ شده، در پلی از او میگه باید استاد نکنین. جیم، در نزدیکی 100 فوت مکتب ابتدایی، یعنی برای مکتب ابتدایی که 100 فوت موند، در اوجه باید پارک نکنین. در این جواب درست به نظر شما کدامش است؟ جواب درست بی است. پهلوی کرب و هم رنگ سرخ شده یا به رنگ سرخ رنگ شده باشه. وقتی که شما ایره میبینین، ما در شما در عکس نشان میتونم. وقتی که شما این همی کربه، یعنی بغل جاده رو، بغل سرک همی دیواله که میبینین و رنگ سرخ شده باشه، بعضیش نوشته داره نو پارکینگ، بعضیش نداره. شما این همی ده که میبینین، این معنیشی است که در ایجه استاد نکنین، یعنی استاپ نکنین، توقف نکنه. استاندینگ دیگه استاد نشین که بگی کم استادیم دیگه حرکت میکنم، نه. و پارک هم نکنه. پارک مانایش ایست که یعنی استاد میکنی خودت از شید تا میشه پشت کارت میری، موترم میمانی. نه استاپ، نه استاد شدن و نه پارک کردن. از سه کار هیچ کدامش نمیکنی. حتی بس که مردم، یعنی پابلیک ترانسپورتیشن است یا به اصطلاح حمل و نقل عام است، مردم از یک جای بالا میکنه دیگه جای تا میکنه. حتی پابلیک ترانسپورتیشن ها که استفاده میکنه اوج علامه داره که نیو میتانه، اگر او علامه نباشه اونا هم نمیتانه. برانید زیاد جدی بگیریم. سوال چهارم شروع میکنیم. خب دوستا یک تکرار میکنم که این همی رنگ سرخ یا کربه این زیاد جدی بگیرین، بخاطر از اینکه اگر دیتی یک جای گیر میشین شما را تکت میتن، جریمه میشین، زیاد باید جدی گرفته شون. سوال چهارم، اگر متهم به غلظت مفرط الکل خون، یعنی blood alcohol concentration یا excessive blood alcohol concentration برش گفته میشه، اگر شما به این متهم میشین، متهم گردیدید، محکوم به خدمت میگردید، محکوم به این میشوید که شما خدمت بکنید در کجا؟ در زندان. یعنی اونجا شما را میبره و یا یک کار سرتان بکنه یا کار نکنه، خود زندان شاید تا زندان فرق کنه، ولی محکوم به این میشه که شما زندانی شوید. آیا میشین یا نمیشین؟ من در سر جواب خود غلظت مفرط الکل خون میگم. اول غلظت الکل در خون، یعنی وقتی که انسان زیاد الکل می نوشه و الکل داخل خون ازی میشه، داخل خونش که شد یک مقدار داره تا مو پیمانش که باشه، پیمانه که قانون تعیین میکنه، کدام مسئله نیست و همون پیمانه را از او بالا بره یا دو برسه یا از او بالا بره، یعنی به پیمانه نصابش برسه یا بالا بره، با دریوری غیر قانونی میشه، اجازه برای شما نمیتم. خب اینال میگه که اگر این غلظت مفرط شوه، افراد کنه، زیاد شوه، بیخی زیاد شوه و شما را گیر کنه پلیس، مثلا شما را یاد حادثه میکنه، استاد میکنه و حس میکنه که امی غلظت الکل در خون شما زیاد شده، یا بدون از اینکه حادثه بکنه کدام جا سر شما شک میکنه، شما را استاد میکنه و شما را به تست لابراتوار میفرستم. در هر حالت اگر شما محکوم به میگب شدین و ای ثابت شد که همچی قضیه اتفاق افتاده یا مو غلظت الکل شما، الکل خون شما به حد افراط شده، زیاد شده، چی میشه؟
اول میگه که 6 ماه زندان، شما را به 6 ماه زندان روان میکنه، 6 ماه زندانی میشین. دو میگه 12 ماه زندان، یعنی برای 12 ماه یا برای 1 سال شما زندانی میشین. وجیم میگه زندان نه، یعنی زندان نه. ببینید ما کاما فراموشم شده بود، زندان نه، یعنی زندان روان تا نمیکنه، بلکه جریمه 500 دلاری، جریمه 500 دلاری شما میشین. در اینجا جواب درست جواب الف است. 6 ماه زندان، شما رو به 6 ماه زندان میفرستن. و یا شاید جریمه نقدی براتون بکنه، ولی او احتمالش کم از 350 دلار تا 1000 دلار، اما 6 ماه زندان احتمالش بالاست. از این خاطر از این باید زیاد خودداری شو از این حالت. و یا کسایی رو شما میشناسین پیامو برشان انتقال بتین که اونا همچه کار رو نکنن. سوال پنجم، معنای این علامت چیست؟ من علامت رو برای شما نشان میتم. خب میگه معنای این علامت چیست؟ وارد نشوید. جواب الف، وارد نشوید. به حق راه بدهید به دیگران، یعنی به دیگران حق راه را بدهید. و جیم میگه پارکینگ ریزرو شده برای دیگران. پارکینگ ریزرو شده برای دیگران نیست، من فکر میکنم برای معیوبین باید باشه. برای معیوبین. خب اگر دیگران هم بگیریم زیاد اشتباه نیست، ولی کلمه دقیقش معیوبین است. خب میگه این علامه را که شما میبینین، این علامه سرخ و نوشتایش با سفید، وسطش هم خط سفید، میگه do not enter. do not enter یعنی وارد نشوید، داخل نشوید. میگه این علامه چی معنا میده؟ یکی الف بود که وارد نشوید، ب حق راه بدهید به دیگران، و جیم گفته بود پارکینگ ریزرو شده برای معیوبین است، یعنی پارکینگ برای کسایی است که دیسابیلیتی یا معیوبیت داره، برای از اون هستم یا مون پلاکارد داره. خب نظر به این علامه که ما شما میبینیم، ای دو نوت انتر، جواب الف درست است، وارد نشوید. و این زیاد مهم است، مثلا یک جاده یک طرف است، تا می قسمت یک شما میرسین و یه علامه رو میبینه جاده دو طرفه بوده، هم رفت بوده هم آمد، اما از این طرفش یک طرف است، یعنی کسایی است که تنها می آید، برای رفتن را نیست. من یک مثال فرضی میگم که برای شما روشن شود. این علامه رو دموجه نصب کردن و گفته که do not enter، یعنی دموجه پیش دیگه نبیا، داخل نشو. چرا؟ اگر داخل شوی از این طرف رو برید موتر می آید و جاده یک طرفه شد، آدسه همیشه. یا در یک جای رمپ است، رمپ یعنی همون گردی که در فریوی داخل میشین یا خارج میشین، در بالای رمپ اینا میره میگذارن که شما وارد نشین. اگر شما دو وارد شوی از اون طرف هم موتر بیاد در رمپ و اونا هم رو نداره که ریورس برن، ناگزیرن که شما مواجه میشه، روبروی میشه. از این خاطر در جایی که دو نوت انتر دیدین در روش داخل نشین شما. خب جواب الف گرفتیم. سوال آخری، معنای این علامه است. علامه رو ما برای شما در اینجا نشان میدم. میگه معنای این علامه چیز، خط آهن در پیش رو است، یعنی این علامه را که دیدین برای شما نشان میده که پیش که بری خط آهن میایه. و این علامه اینی است که دی طرف هم آر نوشته است، دی طرف هم اینی آر است. خب خط آهن در پیش رو است یا خط ریل در پیش رو است. به ساحه ممنوع سبقت، یعنی این ساحه ساحه است که در شما نمیتونید دیگه موتر پیش شوین، سبقت بگیرین یا او را پیش کنین. این علامه میگه این معنا رو میده که این ساحه یا این منطقه ممنوع منع سبقت است، ساحه منع سبقت است با معذرت. و جیم چی میگم؟ ساحه مکتب است، یعنی این علامه برای شما نشان میده که این منطقه یا این ساحه ساحه مکتب است. خب نظر به خود علامه که میبینید که آر آر یعنی ریل رود یا خط آهن یا خط ریل معنا میده. بنان جواب بی غلط است که میگه ساحه ممنوع سبقت، یعنی ساحه یا منطقه دو یا نمیتونی سبقت بکنی، پیش کنی دیگر آرم، این مانا رو نمیتونی علامه. و ساحه مکتب مانا نمیتونی، یعنی جواب الف درست است، یعنی این خط آهن یا خط ریل در پیش رو است. خب دوستان ما رسیدیم به سوال آخری ویدیوی حاضر که ویدیوی 12 هم است، به شکل مسلسل حساب کنیم، و یا ویدیوی آخری تست دومی است. ما امید دارم که انشاءالله شما از ویدیوی 7 شروع کردین تا 12 جواب را یادداشت کرده باشین، حتما انشاءالله کامیاب شدین، یا حداقل 36 سوال شما توانسته باشه 30 تاش درست حل کنه که پرمیت گرفته بتانیم. و یک تکرار کوچک میکنم، این درس ها برای کسایی که هم پرمیت میگیره هم لیسانس میگیره، و حتی کسایی که لیسانس داره و بعض علامات ترافیکی را فراموش کرده، برای اونها هم مفید است. علاوه شما هر کامنت و نقد نظری داشته باشین لطفا در کامنت بنویسین. تشکر از توجهتان.